فاز دوم طرح توسعه محور کربلا نجف توسط استانداری کربلا اجرا شد تا از این رهگذر علاوه بر ساکنان این دو شهر خیلی عظیم زائران و محبان اهل بیت لحم السلام نیز بتوانند به راحتی در این دو شهر مقدس تردد نمایند. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. مهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا طی مراسمی رسمی با حضور تعدادی از مسئولان و شخصیت‌های برجسته استان کربلا در اقدامی که نشان دهنده علاقه به توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات زائران است، فاز دوم طرح توسعه محور کربلا نجف را آغاز کرد. استاندار کربلا تأکید کرد که این فاز دوم پروژه است که در ادامه فاز اول انجام می شود و شامل توسعه محور است. توسط یکی از شرکت‌های متخصص در بخش سنگفرش و محوطه سازی در یک دوره 120 روزه اجرا و تکمیل می شود. وی با بیان اینکه این پروژه از محورهای مهم راهبردی ارتباط بین شهرهای مقدس کربلا و نجف است، خاطر نشان کرد توسعه این مسیر مواصلاتی کمک شایانی به تسهیل تردد زائران به ویژه در ایام زیارت‌های میلیونی و ورود سیلاسای محبان اهل بیت علیهم السلام به این دو شهر می‌کند. استاندار کربلا با بیان اینکه این پروژه با هدف توسعه محور کربلا نجف، بهبود زیرساخت‌های محورهای ارتباطاتی و افزایش ظرفیت حمل و نقل و در نتیجه تسهیل حمل و نقل زائران بین دو شهر انجام می‌شود، تصریح کرد این مرحله بخشی از یک طرح جامع برای توسعه زیرساخت‌ها در استان با هدف بهبود خدمات ارائه شده به زائران و ساکنان محلی است. مهندس نصیف جاسم الخطابی در پایان این مراسم با تشکر و قدردانی از همه کسانی که در موفقیت این پروژه های حیاتی سهیم بودند، از همگان خواست تا با همکاری و همفکری به پیشرفت و آبادانی بیشتر استانداری کربلا یاری نمایند.